داستان اعتراف در مراسم تودی پدر پابلو کشیشی که سی سال در کلیسای شهر که خدمت کرده و بازنشسته شده بود از یکی از سیاستمداران اهل محل برای سخنرانی دعوت شده بود در روز موعود مهمان سیاستمدار تأخیر داشت و بنابراین کشیش تصمیم گرفت کمی برای مستمعین صحبت کند پشت میکروفون قرار گرفته و گفت 30 سال قبل وارد این شهر شدم راستش را بخواهید اولین کسی که برای اعتراف وارد این کلیسا شد مرا به وحشت انداخت با دوزیهایش با باجگیریهایش رشبخاریهایش حوسرانیهایش زنا با مهارم و هر کار دیگری که تصورش کنید اعتراف کرد آن روز فکر کردم که جناب اسقف اعظم مرا به بدترین نقطه زمین فرستاده است ولی با گذشت زمان و آشنایی با بقیه اهل محل دریافتم که در اشتباه بودم و این شهر مردم نیکی دارد در این لحظه سیاستمدار وارد کلیسا شد و از او خواستند که پشت میکروفون قرار گیرد در ابتدا از اینکه تأخیر داشت اسخایی کرد و سپس گفت که به یاد دارد که زمانی که پدر پابلو وارد شهر شد من اولین کسی بودم که برای اعتراف مراجعه کردم